سلام دوستان چطور این خوش اومدیم به یک ویدیو دیگه آقا توی این ویدیو دوباره قرار راجع به بحث فریلنسری صحبت بکنیم توی یکی از شاخه های دیگه ای سوشال مدیا قرار کار بکنیم و اون تیتری هم که همون اول دیدین درسته پولتون قبل از کارتون واریز میشه من قبلا این موضوع توضیح دادم باستون ولی حالا بازم میریم جلوتر همه توضیحاتش رو بهتون میگم خیلی خب قبل از اینکه بریم سراغ بحث امروزمون لطف کنید اگه از این سبک ویدیوها خوشتون میاد حتما ویدیو رو لایک بکنید کانال رو حتما سابسکرایب کنید زنگوله بغل شروع یا همه تنظیم کنید تا به محض اینکه ویدیو جدیدی منتشر کردم سریعا ازش مطلع بشین و بتونین ویدیوشو ببینید خیلی خب دوستان من با بازم مثل همیشه سایت فایبر رو باز میکنم به خاطر اینکه خیلی سایت یوزر فرندلی هستش و میتونیم خیلی راحت همه امکاناتش رو بهتون نشون بدیم همه چیز دم دستمونه ببینید بحثی که امروز قرار راجبش صحبت بکنیم بحث سوشال مدیا منیجری است یعنی چی یعنی شما مدیریت یک پیج اینستاگرامی یک پیج یوتیوبی یا یک پیج چه میدونم تیک تاکی و فیسبوک و کانال تلگرام رو قبول میکنید و توی اون پیج فعالیت میکنید واسه صاحب اون پیج فعالیت میکنید ببینید اگه شما توی خود سایت فایبر بیاین همون بنویسین سوشال مدیا خودش یه کتگوری واسه میاره به اسم سوشال مدیا منیجری حالا خود این سوشیال مدیا منجری چند بخش داره ببینید به صورت کلی کارتون اینه که شما میان یه آگهی ای توی این سایت میزنین که آقا من میتونم مثلا توی تلگرام فعالیت بکنم به عنوان ادمین تلگرام به عنوان نمیدونم مثلا مدیر کانال یوتیوب به عنوان مدیر پیج اینستاگرامی دقیقا کاری که این افراد میکنن ببینید اومدن تمام تخصصاشون رو نوشتن گفتن آقا من این کار رو بلدم اون کار رو بلدم مثلا میتونم توی پیج اینستاگرامی شما فعالیت بکنم و ماهیانه 140 دلار واسه هر پیج اینستاگرامی دریافت میکنم یعنی شما اگه دو تا مشتری داشته باشین درآمدتون میشه مثلا 280 دلار اگه سه تا مشتری داشته باشی میشه 420 دلار و همینطور به صورت تصاعدی هر چقدر پیجا و مشتریای بیشتری داشته باشین درآمدتون میره بالاتر حالا توی این حوزه اگه شما بخواین آگهی بدین ببینید تو چند تا بخش شما میتونین فعالیت بکنید یکی مثل همین آگهیایی که اینجا زدن به شما مثلا میتونیم بیان یه پیج اینستایی را قبول کنین اگه بیایم پایینتر تر مثلا اینجایی که آگهی زده تو بخش سوشال مدیا مارکتینگ میتونیم فعالیت بکنیم یعنی اینکه مثلا آگهی های فروش واسه شون بسازیم یا بقیه مواردش حالا این بقیه موارد که میگم مثلا سئو سایت سئو پیج اینستاگرام می کانال یوتیوب بقیه موارد هستا ولی چیزی که واسه شما موقعیت خوبیه بخش ادمینی کامنت هاست ببینید توی همین بخش سوشال مدیا منیجر ما یه شغلی داریم حالا اسمشم یادم رفته که شما میتونین بیاین آگهی بدین بگین آقا من همه کامنت های مثلا کانال یوتیوبتون رو جواب میدم مسئول جواب دادن کامنت های کانال یوتیوب شما میشم یا کانال اینستاگرام شما خب همون همونطور که میدونین جواب دادن کامنت توی یوتیوب و اینستاگرام خیلی اهمیت بالایی داره و باعث میشه کاربرا بیشتر به اون کانال یا به اون پیج اینستاگرامی اعتماد بکنن مخصوصا اگه پیج فروشگاهی باشه حالا شما مثلا میتونین بیاین یه آگهی اینجا بزنین بگین آقا برای هر پیج من مثلا ماهی پنجاه دلار دریافت میکنم کامنت رو جواب میدم یا کانال یوتیوبم هم به همین صورت اونا به شما یه دسترسی منیجری میدن که شما این دسترسی رو داشته باشین هر کامنتی مثلا خوب نبود پاکش کنین هر کامنتی خوب بود بتونین عوض اونا جواب بدین و وقت صاحب اون پیج گرفته نشه خیلی خب دارین آگهی ها رو اینجا میبینین دیگه مثلا این شخص گفته من به صورت فول کامل همه کارهای پیج این میتونه انجام میدم 140 دلار میگیرم این یکی گفته دیزاین پیج و آگهی و اینا رو انجام میدم 30 دلار میگیرم البته همه آگهی رو باید باز بکنین ها. مثلا این گفته 425 دلار میگیرم خب ردش هم بالا vebinit Levels'e اگه بیایم پایین تر آگهی های دیگه میبینیم حتی تو شبکه های اجتماعی که خیلی هم ترند نیستن ما میتونیم ببینیم مثلا ببینید این شخص گفته برای هر پیج 150 دلار میگیره که ادمینیشو به عهده بگیره تو فیسبوک و اینستاگرام و پینترست و توییتر و اینستاگرام فعالیت میکنه ببینید شاید پیش خودتون بگین از بین این همه آگهی آخه کی میاد به ما توجه میکنه ببینید اول از همه بحث قیمت. دوم بحث کیفیت طرف یه بار میاد با شما کار میکنه خوشش اومد همکاریشو با آتون ادامه میده خوشش نیومد با اتون همکاری نمیکنه به عنوان مثال من میام اینجا میزنم آگهی یا بر حسب تاریخ بر حسب آخرین آگهی که منتشر شده به ما نشون بده خب میخوام یه چیزی رو بهتون نشون بدم یا اینکه نه اینو اشتباه گفتم میام بر حسب فروش بهترین فروش خب ببینید بهترین فروش رو مثلا این شخص داشته با 497 پیج حالا اونایی که فقط نظر دادن همکاری کرده مثلا اینم فروش خوبی داشته ولی نظراتش رو بسته ما نمیدونیم چقدر فروش داشته به عنوان دومین فروشنده این ماه انتخاب شده ببینید بر حسب ماه هم هستا خب من میام پایین صفحه ببینم چند تا صفحه داریم میرم آخرین صفحه رو باز میکنم خب آخرین صفحه یعنی بدترین فروشنده های این ماه ببینید بدترین فروشنده این ماه مثلا تو صفحه آخر این شخص بوده 26 نفر ازش خرید کردم و نظرم دادن باسش یا اینکه اگه بیایم پایین تر ببینید 77 نفر خرید کردم و نظرم دادن باسش حالا شاید بگین آقا چرا این هفتاد و هفتا خرید داشته؟ ولی خب رتبهش از این اومده پایین تر ببینید این نظرات به صورت کلی هستش ولی مثلا امکان داره این شخص توی یک ماه گذشته پنج بار فروش داشته باشه ولی توی یک ماه گذشته این شخص یه فروش داشته به خاطر همین تعداد نظرات ملاک بر فروش ماه آخرشون نبوده به خاطر همین مثلا این رتبش بالاتره بعضی هم که کلن خب نظرات و بستن دیگه مثلا این فقط یه نظر داره خیلی خب دارین میبینین که حتی تو صفحه آخر یعنی بدترین فروشنده هام فروش داشتن توی یک ماه گذشته ببینید مثلا این شخص هم فروش داشته اوکی پس اینم داستانش رو بهتون گفتم ببینید حالا برگردیم سر این موضوع که من بهتون گفتم آقا درآمدتون قبل از کار واسهتون واریز میشه ببینید این موضوع درسته کسی که میاد به شما سفارش یه پروژه میده قبل از اینکه شما کار رو انجام بدین پولتون رو واریز میکنه تو حساب این سایت اوکی پولتون رو واریز میکنه تو حساب این سایت بعد این سایت پروژه رو میده به شما شما پروژه رو انجام میدی مثلا قراردادتون یک ماه است یه هفته ای یک روز از هر چیزی که شما توی آگهیتون زده باشین بعد از اینکه موعد قرارداد تموم شد این سایت پول واریز میکنه به حساب شما حالا چون شما حساب بین المللی ندارین نمیتونین به صورت مستقیم پولی از این سایت دریافت بکنین برای اینکه بتونین پولی از این سایت دریافت بکنین میتونین از سایت های باست استفاده بکنین من قبلا توی اولین ویدیویی که راجع به سایت فایبر توضیح داده بودم به این موضوع اشاره کردم ببینید یادم نیستش توی این ویدیو بود یا توی این ویدیو بود بهتون گفتم میتونین از سایت های مثلا ایرانی کارت و اینا درخواست بکنین کلا کار اونا همینه کار اونا اینه که میان مثلا درآمد شما رو نقد میکنن یه درصدی ازش بر میدارن و بقیهش رو به حسابتون واریز میکنن خیلی خوب این از بحث کامل سوشال مدیا منیجری بود اگه خواستین بیشتر راجع بهش اطلاعات کسب بکنین من یه ویدیو دیگه هم راجع به این موضوع میسازم البته تیه چند روز آینده میام راجع به هر دسته توضیح میدم که شما چطوری میتونین توش فعالیت بکنین و کارتون چیه خیلی خوب دوستان ممنون که تا اینجا با ما بودین دیگه صحبتی باقی نمونده فقط لطف کنید اگه از این سبک ویدیوها خوشتون میاد حتما ویدیو رو لایک بکنین کانالم حتما सब्सक्राइब करें